بترسیده مردم اوسی کن و نفسی، والا بالله به پیر پیغمبر، به همین مشکی قسم، هم شما رو دارم توصیه میکنم هم در درجه اول خودم، بترسید از گناه ولو جزئیش. بله لبخند زدن یه دختر خانم در کنار زنا دادنش، زنا کردنش قابل قیاس بگید نیست، اما یک موقعی میبینی این لبخنده لبخندیست که قطام ابن ملجم میزنن. حضرت امیر میفرماد بابا گناه نکنید، کوچیک بزرگ نداره، نمیدونید شاید این گناه تو سیستم الهی، تو این دومینوهایی که اینا دومینو میچینن که اینا میخوره میخوره، کجا رو میخواد خراب کنه. بعضی موقع یه لبخند چیه کوچیک، بابا میبینه از یه لبخند شروع کوچیک شروع میشه، طرف به قتل نفس میکشه. حضرت امیر یک روایتو دارن میفرمان دیگه، میفرمان به همه آدم ها احترام بذارید چون اولیاء الله تو بین مردم مخفی هن. بعد حضرت میفرماد که یه بخش دیگه هم همین نکته است، فرماد باید نگید شما نمیدونید این قده تو بدن، بله یه موقع است این قده چرکی کنار چیه؟ رگ خونیه، این چرکو میریزه تو خون تمام فاتح. قده بزرگتر از اونم داری یا شیش تایونه، اما یک جایی هست که آسیب بدن به اون شکل چی؟ نمیرسه. ما میگیم آقا گناه کوچیکی بود. احترام کردن، ادب کردن، یک جای شما یک ادبی میکنی به خدا قسم میبینی. من میشناسم ها، یعنی افرادی که میگفت میگفت آقا من میخواستم بزنم تو گوش دختر بچه‌م، میگفت دستم بردم بالا به خاطر حضرت زهرا احترام کرد، میگفت از همون لحظه زندگی من این بود این شد، کن فیا کن شد. بابا هر جلو امام زمانش راهش رو سد کرده بود، اصلا امام حسین رو مستعصل کرد هر. حضرت فرمود بذار برگرم، گفت نمیذارم. گفت بذار برم یمن، گفت نمیذارم. فرمود بذار برم ایران، گفت نمیذارم. گفت سکلت که عمرت مادرت به عذاب بشه، برگشت بگه زبانم لال مادر خودت به عذاب بشه. یه لحظه یادش افتاد ای با مادر ایشون چی هست، سیدت النساء اهل الجنه، سیدت النساء العالمین شون. همین سکوت خریدش، کسی که سد راه امام زمانش، دیگه از اون بدتر میتونه باشی؟ یه ادب، یه ادب بردش بلا. تا کجا؟ تا اونجا که امام حسین به اصحابش میگه من بهشت روبروی منید، شما هرمی که اوناست.